شاید شما بعضی وقتا خبرهایی که میبینین دیده باشین که خبرنگارا بدون اینکه روی کاغذ نگاه بکنن خبرهای طولانی رو میخونن. به ذهن شما شاید سوال خلق شده باشه که چگونه میتونه آدم این همه خبر رو در ذهن داشته باشه. راستش خیلی از خبرنگاران در دنیا خبرها رو افس نیستن و خبر رو از روی یک دستگاه میخونن که اسمش از تلی پرامپتر. من در این ویدیو میخوام برای شما نشون بدم که چگونه با کمتر از 5 یورو من صاحب یک دستگاه تلی پرامپتر شدم که بقیه ممکن به خاطرش صدها و یا ممکن هزارها دلار از اینا بکنن. درود و مهربانی، وقت شما بخیر، آرزومتان درست و کامگار باشین. من جاوید صادقی هستم. شاید شما وقتی خبرها رو میبینین متوجه شده باشین که خیلی از خبرنگارها استاد هستن و خبرهای زیادی رو بدون اینکه روی کاغذ نگاه بکنن میخونن. راستش کار آسانی نیست که خبرنگار هر روز بیه مقابل دوربین خبرهای تمام دنیا را داشته باشه و اونم افس بکنه. راز کار ای هست که بیشترشون در مقابلشون یک دستگاه دارن به اسم تلپرومتر. تلپرومتر دستگاهی است که معمولا متن میایه رویش و خبرنگار میتونه فقط متن رو بخونه. شما فکر میکنین که متن را افس کرده. من خواستم به خاطر تولید ویدیو برای یوتیوب یک دستگاه تلپرومتر خریداری کنم و بتونم از او استفاده بکنم. خب وقتی داخل اینترنت رفتم بالای 100 یورو معمولا ازینه داشت یک تلپرومتر و اگر شما دستگاه بسیار خوبی می‌خریدین ممکن بالای 1000 یورو هم شما ازینه می‌کردین. من تصمیم گرفتم که یکی خودم درست بکنم. داخل اینترنت جستجو کردم، داخل یوتیوب جستجو کردم و تونستم بالاخره رای را پیدا بکنم که با کمتر از 5 یورو هم یک دستگاه تلپرومتر بسازم. کاری که می‌کردم رفتم یک دونه کاغذ و یا یک دوسیه میگن فکر می‌کنم اون چیزی که کاغذا رو داخلش می‌گذارن از خانه برداشتم. او زیادی بود استفاده نمیکردم و همچنان یک دونه قاب عکس که عکس ما و خانم داخلش بود او قاب عکس برداشتم که از او شیشه استفاده بکنم و بتونم یک دسکای تلپرومتر بسازم. شیشه را یا پلاستیک بود فکر میکنم از داخل قاب عکس بیرون کردم و او کاغذ و یا دوسیه که من به اصطلاح دوسیه میگم او را هم بریدم و خواستم که داخلش بگذارم و دسکای تلپرومتر بسازم. یادم هست که یک روز شنبه بود، عصر شنبه بود که تصمیم گرفتم که من یک دسکای تلپرومتر بسازم، متن داخل گوشی یا داخل تبلت بگذارم که روی او شیشه بیارم و بتونم با عنوان تلپرومتر از استفاده بکنم. من شروع کرده بودم به کار که متاسفانه دانا خانم دختره که خوردم متوجه نبودم، البته من مقصر هستم، متوجه نبودم، آمد پایش روی او شیشه یا به اصطلاح او پلاستیک بود فکر میکنم گذاشت و شکست. من ناراحت شدم به خاطر که دیر وقت بود، خیلی زود حرکت کردم، رفتم فروشگاهی که باز بود، هر جا گشتم قاب عکس پیدا نمیشد. بعضی جا قاب عکس بود ولی به او اندازه‌ای که من میخواستم نبود. خلاصه روز شنبه من نتونستم پیدا کنم، روز یک شنبه هم بیشتر مغازه ها بسته بود و من نتونستم بخرم. البته شاید این کار به نفعم شد، چون اگر من روز شنبه رو تمام میکردم به اصطلاح دستگاهی که من نامش رو گذاشتم تلپرومتر او تمام نمیشد، چون همه چیز کامل نداشت. روز دوشنبه رفتم، چون روز یک شنبه هم مغازه ها بسته، روز دوشنبه رفتم یک قاب عکس دیگه خریدم با کمتر از 3 یورو فکر میکنم، چند تا میخکای خریدم که کنارش میتونستم بسته بکنم، یا قیتکایی که شما در تصویر میبینین خریدم که در کنارش بسته بکنم، و یک دونه تیشرت زیادی داشتم در خانه که استفاده نمیکردم، خیلی وقت بود سر کت بندم بود، اون تیشرت گرفتم قیچی کردم که متاسفانه او درست جواب نداد و مجبور شدم یک از تیشرتای خوب خوده که بهتر از این تیشرتم بود رو قیچی بکنم و رویش بگذارم تا وقتی متن رو من میگذارم متن بیایه و تاریک باشه من بتونم خیلی راحت متن رو بخونم. بالاخره بعد از چند ساعت کار امید اسکای که من نامش رو میگذارم تلپرومتر ساخته شد و این وقتش بود که من از او استفاده بکنم. برای این کار من نیاز به یک دونه تبلت داشتم و نیاز به یک دونه اپلیکیشن مخصوص. خب تبلت داشتم به خانه، گاهی از او استفاده میکردم، خواستم که از این تبلت استفاده بکنم، یک دونه اپ مخصوص دانلود کردم که به صورت رایگان بود و متن رو باید مینداختم داخل این اپلیکیشن و متن به اصطلاح می آمد بالا و من میتونستم متن بخونم. بینده فکر میکرد که من از افس به اصطلاح صحبت میکنم. سلام خدمت همه شما بینده از و ارجمند، آرزو دارم تن درست باشین و سرها. دستگاه تلپرومتر بالاخره ساخته شد. ممنون از شما که برای تماشا این ویدیو وقت گذاشتین. اگر از ویدیو خوش شما آمده لطفا لایکش کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی لطفا کانال من سابسکرایب بکنید.
در ابتدا یک کمی بریم سخت و به این دلیل که من اول با این دستگاه تجربه نداشتم و متن گاهی بسیار تیز میرفتم و وقتی میخواندم متن میگذاشت و بعضی وقتا متن خیلی آهسته میاد و متن رو میخواندم و ادامه متن نمیامد یا بعضی وقتا سمت راست و چپ متن برای من مناسب نبود و کار سخت دیگه هم این بود که من باید به تبلت تایپ میکردم و زمان زیادی میبرد. من مجبور بودم که برای جلوگیری از زیاد وقت بیایم روی کامپیوتر تایپ بکنم، متن رو دوباره ایمیل بکنم به ایمیل دیگه که داخل تبلت دارم و دوباره از اونجا کپی بکنم داخل او اپ مخصوص و دوباره بگذارم که متن بیای بالا، که این هم برای من زمان بر بود. خلاصه خیلی تلاش کردم و بعد از چند وقتی تونستم که آرام آرام یاد بگیرم. من فکر میکردم که من وقتی دستگاه تلپرومتر داشته باشم کارم را آسان میکنه، چون من اگر قرار باشه هر بار ویدیو تولید بکنم و صحبت بکنم و به اصطلاح کات بخوره یا پشت صحنه تولید بشه، بهتره که دستگاه تلپرومتر داشته باشم و از رویش متن بیای بالا و بخونم، خیلی زود ویدیو تولید بشه و وقتم نگیره. متاسفانه ای عدسم درست نبود، چون اولا که متن رو باید من چندین بار تکرار میکردم چون من تجربه نداشتم، متن رو باید من مینوشتم و همچنان حالت طبیعی خودش رو نداشت. من احساس میکردم که خیلی طبیعی نیست و کسایی که حرفه‌ای باشن ممکن متوجه بشن که من از روی تلپرومتر میخونم و امو احساس خاصی هم که در جریان صحبت کردن که حالا من دارم و بدون تلپرومتر صحبت میکنم، او احساس رو متاسفانه او وقت نداشتم و اوش من مشخص به متن بود که متن زود بالا نره و یا به اصطلاح دیر بالا نیه. این کارا مره کمی اذیت میکرد. چند تا ویدیو هم با همون دستگاه تولید کردم که این ویدیو رو شما ببینید. این ویدیویی است که من متن رو از روی اون دستگاه خوانده بودم. به محل سنگ تراشان چه؟ این آهنگم دیگه با صدای محمود خوشنواز خوانده نخواهد شد. به محل سنگ تراشان بزر خان افشون افشان مرا کردی پیرشان دیگر نمیام به محل وای دیگر نمیام به محل. ساخت موتر زری با قبرغای اشرف غنی، پیروزی کرونا در کابل، رئیس جمهور شدن عبدالله عبدالله و اینکه آقای غنی خط سرخش را زرد کرد. به هر حال بعد از اینکه من در مورد تلپرومتر توضیح دادم و شما این ویدیو رو دیدین، فکر می‌کنم متوجه شده باشین که خیلی حالت طبیعی نداشت. این احساس ما صد درصد. راستش بعد از ساختن این دستگاه که من نامش رو گذاشتم تلپرومتر که کار تلپرومتر رو هم می‌کنه، به این نتیجه رسیدم که دیگه ازش استفاده نکنم. به این خاطر که من قبلا استفاده نمی‌کردم. من در گذشته وقتی در افغانستان برنامه تولید می‌کردم یا در برنامه زنده بودم، من متن در مقابل نداشتم، فقط نکات کلیدی رو یادداشت می‌کردم و خیلی راحت با مقام‌های دولتی هم اگر بودن، با افراد مشهور هم اگر بودن، من به اصطلاح زیر تاثیر نمی‌رفتم، فقط نکات کلیدی رو داشتم، خیلی راحت در برنامه زنده هم صحبت می‌کردم. و برعکس این دستگاه به جای اینکه کار من ساده‌تر بکنه، کار من سخت‌تر کرده بود. من می‌خواستم از این دستگاه استفاده بکنم که وقت زیادی تلف نشه، من بتونم در کنار کارهایی که در زندگی دارم بعضی وقتا برای یوتیوب هم تولید بکنم. اما کار من سخت‌تر شده بود، چون من باید تکست می‌نوشتم، تکست رو باید ایمیل می‌کردم، دوباره این متن رو کپی می‌کردم داخل اپ مخصوصش، چندین بار باید تکرار می‌کردم به خاطر که بعضی وقتا بعضی از کلمه‌ها بزرگ و کوچک بودن یا طولانی‌تر بودن. این کار من رو سخت می‌کرد. به این نتیجه رسیدم که دیگه از تلپرومتر استفاده نکنم و خیلی راحت بیام مقابل دوربین مثل حالا صحبت بکنم. در نهایت من نتیجه گرفتم که دیگه از این دستگاه استفاده نکنم و این به این معنا نیست که دستگاه تلپرومتر دستگاه خوبی نیست. دستگاه خوبی هست، البته من فکر می‌کنم بهتر است که به برنامه‌های خاصی از او استفاده بشه. اگر شما متن تخصصی دارین که نمی‌تونین همه رو حفظ بکنین یا نام‌های زیادی را دارین یا نام‌های پیچیده‌ای است یا آمار و ارقام بسیار زیادی است، خوب است که آدم از دستگاه تلپرومتر استفاده بکنه. در غیر این صورت من ترجیح می‌دم از او دستگاه استفاده نکنم در برنامه خودمانی که مثل حالا با شما صحبت می‌کنم و یا هر کسی برنامه خودمانی‌تر داره. نیازی به دستگاه تلپرومتر نیست، می‌تونه آدم نکات کلیدی رو یادداشت بکنه و همچنان در مقابل دوربین صحبت بکنه، چون صحبت کردن در مقابل دوربین خودش هم یک توانایی است که اگر کسی توانایی نداشته باشه، بهترین دستگاه تلپرومتر رو مقابلش بگذارید مطمئناً نمی‌تونه. فکر می‌کنم کسی که در مقابل دوربین صحبت می‌کنه باید خودش هم این توانایی و استعداد رو داشته باشه، که این توانایی و استعداد هم معمولاً با تمرین تقویت میشه. من خواستم این ویدیو رو تولید بکنم برای شما، بگم که اگر شما نیاز داشته باشید، من خیلی راحت میتونم این دستگاه برای شما پست بکنم و اگر شما استفاده میکنین خیلی راحت میتونم برای شما بفرستم. همچنان خواستم دیدگاه شما هم داشته باشم که به نظر شما بهتر آدم طبیعی صحبت بکنه و یا از اون دستگاه تلپرومتر استفاده بکنه. خواستم با نشر ویدیو همچنان برای شما نشان بدم که اگر شما خواسته باشین خیلی راحت با امکانات کم میتونین همچین دستگاهی رو اگر کار دارین بسازین. وقت خوش برای شما میخوایم. تشکر میکنم که ویدیو رو تا پایان تماشا کردین. خدا نگهدار.